وقت بخیر، بیننده ایران اینترنشنال هستید با من شرار عزیزی. سرخط خبرها. گزارش رسانه‌های اسرائیل از آمادگی ارتش این کشور برای مقابله با حمله احتمالی جمهوری اسلامی. یک فرمانده پایگاه نواتیم پس از افشای نقشه ترور جمهوری اسلامی تحت حفاظت قرار گرفت. آخرین گردهمایی انتخاباتی هریس و ترامپ در پنسیلوانیا و میشیگان. وزیر امور خارجه ایران میگوید برای تهران ارزشی ندارد که چه کسی وارد کاخ سفید میشود. همزمان با افزایش تجمع‌های اعتراضی کارگران و پرستاران و بازنشستگان در ایران، روزنامه اعتماد از بیش از 100 تجمع اعتراضی معیشتی کارگران شهرداری‌ها در 3 سال اخیر خبر داد. همچنین در ادامه این بخش خبری، حمله ارتش اوکراین به اولین گروه از سربازان کره شمالی مستقر شده در مرز روسیه. وزارت دفاع کره جنوبی از اعزام بیش از 10,000 نیروی کره شمالی به روسیه خبر داد. خوش آمدید. جروسالم پست به نقل از منابع نظامی گزارش داده ارتش اسرائیل سطح آماده باش خود را برای واکنش احتمالی جمهوری اسلامی افزایش داده. بر اساس گزارش جروسالم پست، ارزیابی‌های روزانه در تمام بخش‌های ستاد کل ارتش اسرائیل بخشی از وضعیت آماده باش است. همچنین تلاش‌ها برای جمع‌آوری اطلاعات از طریق روش‌های مختلف که کل جامعه اطلاعاتی اسرائیل را درگیر کرده تشدید شده. کانال 12 اسرائیل هم گزارش داده که ارتش و سیستم امنیتی این کشور برای مقابله با حمله احتمالی جمهوری اسلامی در چند جبهه آماده شده. بر مبنای این گزارش، برآورد اسرائیل نشان می‌دهد که پاسخ تهران قطعی است، اما هنوز تصمیم نهایی در مورد زمان، دامنه و شدت حمله اتخاذ نشده. همزمان شبه نظامیان نوجبا از گروه‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی در عراق اعلام کردند که اگر به ایران حمله شود، پایگاه‌های آمریکا را در خاک عراق هدف قرار می‌دهند. علی الاسدی، رئیس شورای اجرایی نوجبا، به نیوزویک گفته در صورتی که اسرائیل یا آمریکا از حریم هوایی عراق برای حمله به ایران استفاده کنند، پایگاه‌های نظامی آمریکا هدف حمله قرار خواهند گرفت. وزارت خارجه آمریکا هم اعلام کرده آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه روز دوشنبه با یوآف گالانت وزیر دفاع اسرائیل گفتگو و بر تعهد قاطع آمریکا نسبت به امنیت اسرائیل در برابر تهدیدات جمهوری اسلامی و گروه‌های نیابتی‌اش تاکید کرده. شکریه برادوس، پژوهشگر امنیت بین‌الملل و سیاست خارجی از واشنگتن همراه ما شدند. خانم برادوس، سطح آماده باش ارتقا پیدا کرده تو اسرائیل، در ایران هم تحرکاتی در جریان از جمله مانور نظامی که دیروز انجام شد و اینکه بر اساس گزارش رسانه‌های اسرائیلی موشک‌های بالستیک در پایگاه تبریز مستقر شده. آیا فکر می‌کنید واقعا تو این شرایط حمله جمهوری اسلامی قریب وقوعه؟ حمله که چیزی که شواهدی که داریم می‌بینیم اینکه حمله خواهد کرد جمهوری اسلامی، ولی قریب الوقوع بودنش به نظر من برمیگرده به اینکه جمهوری اسلامی داره چگونه سنجش میکنه، به انتخابات آمریکا نگاه میکنه، به کاندیدی که بعد از بایدن به کاخ سفید خواهد رسید. اگر کامل هریس باشه مطمئنا برای جمهوری اسلامی راحت تر خواهد بود این حمله. اگر ترامپ باشه تا جنوری وقت داره که حمله کنه، تا وقتی که بایدن هست در کاخ سفید. بایدنی که میدونیم تمام سعیش این مدت اینه که قبل از اینکه کاخ سفید رو ترک کنه یک میراث بهتری داشته باشه. همین الان هم در صحبتایی که در مقابل عربستان دارن انجام میدن، میخوان به توافقاتی برسن با اینکه بر اون توافق اصلی رو ول کردن، اون که آشتی بین اسرائیل و عربستان هست، یا اینکه یک صلحی بین اسرائیل و حماس و حزب الله رو اینجا یه آتش بسی رو به نتیجه برسونن. یعنی تمام تلاشی که الان در کاخ سفید مشاوران بایدن دارن انجام میدن در این موضوع هست، و جمهوری اسلامی با استفاده کردن از این مدتی که بایدن داره ممکنه که این مدت رو در نظر بگیره برای حمله کردن به اسرائیل. ولی آماده باشی هایی هست که داریم میبینیم، چه از طرف اسرائیل چه از طرف ایران، که اسرائیلیا دارن میگن شواهدی وجود داره که جمهوری اسلامی داره موشک های بالستیک رو به عراق میاره و از مرز رد میکنه، و اسرائیل کاملا اشراف داره که موشک های بالستیک
چگونه وارد میشن و به کجا وارد میشن که اینجا نشون میده اگر جمهوری اسلامی بخواد از عراق حمله کنه، قبل از اینکه بخواد حمله رو شروع کنه، به نظر من احتمالش زیاده که اسرائیل بخواد به عراق حمله کنه و این مراکز و اون موشک ها رو قبل از اینکه بخواد به طرف اسرائیل حمله بشه بزنن. و اینجاست که معاملاتی که معادلی که جمهوری اسلامی در نظر گرفته که میخواد چگونه حمله کنه و کی حمله کنه رو ممکن اسرائیل به هم بزنه. برنامه‌ای رو کشیدن بر حسب اون شدت گرفتن حملاتی که الان هم اسرائیل در سوریه داره و اینکه تا الان هم به دولت عراق هشدار اینو دادن و هشدارهایی که داده میشه خب نشان از این داره که اسرائیل نمیخواد وارد خاک عراق بشه و همون عملیاتی که در سوریه و لبنان داره رو نمیخواد در عراق اجرا کنه. خانم برز، اشاره کردین که چقدر شرایط حساس انتخابات در آمریکا پیش روی. بلینکن هم واقعا به نوعی ناامید از اینکه آتش بس برقرار بشه، الان فقط از حمایت قاطع از اسرائیل حرف میزنه در صورت حمله. پایگاه‌های آمریکایی هم در اطراف مرزهای ایران زیادن، در دسترس‌ترن شاید از خود اسرائیل. فکر کنید چقدر احتمال داره که اصلا آمریکا و پایگاه‌هاش تو عراق بیشتر درگیر این تنش بشن؟ این برای جمهوری اسلامی خطرناک خواهد بود، حتی برای گروه‌های ملیشیای مورد حمایت جمهوری اسلامی، چون که این سطح تنش و سطح درگیری رو به بالاتر می‌بره و آمریکا رو ناخواسته وارد درگیری با جمهوری اسلامی خواهد کرد. چون که الان آمریکا چیز نقشی که داره بازی میکنه بیشتر حالت دفاع کردن از اسرائیل، اجازه ندادن اینکه موشک‌های جمهوری اسلامی به اسرائیل برسه، یعنی بیشتر در حالت دفاعی داره کار میکنه و داره پیام میرسونه و سعی میکنه این تنش رو پایین بیاره. ولی اگر حمله‌ای به پایگاه آمریکایی بشه و اینجا نیروهای آمریکایی کشته بشن، اینجاست که دیگه کاخ سفید نمیتونه آروم ساکت باشه و ببینه که این تنش بالا میره و همون ریتریکو داشته باشه و اینجا تغییرات ایجاد میشه که نه به نفع جمهوری اسلامی خواهد بود، نه به نفع مطمئنا گروهای شبه نظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی در عراق خواهد بود. چون که در گذشته هم دیدیم وقتی که نظامیان آمریکایی کشته میشن، آمریکا قوی جواب میده. نمونهش کشش دادن نظامیان آمریکایی در اردن بود که اینجا میاد به پایگاه های این شبه نظامی ها حمله میکنه. و اگر چنین مورد چنین موضوعی صورت بگیره، چون که حرکت نجبا داره چنین حرفی رو میزنه، اینجا آمریکا جواب خواهد داد. و نکته‌ای که در مورد خود عراق هم وجود داره، وقتی که میبینیم سیستانی هم میاد چنین حرفی میزنه که نباید نیروهای عراق رو وارد درگیری ها کرد، چیزی که از پیامش میشه خوند اینه که یک حالت فتوایی وجود داره که اجازه نمیده تمام نیروهای شبه نظامی، مخصوصا کسایی که از در فقه شیعه، از شیعه سودانی، از سیستانی، از نجف تبعیت میکنن، آماده نیستن وارد درگیری بشن که قم اعلام کرده باشه. و اینجا رقابت بین دو تا مکتب شیعه که همیشه وجود داشته، اینجا رو هم به نظر من بولد میکنه، بیشتر بیرون میاره اون رقابت رو. و برای عراقی هایی که بیشتر الان عراق مد نظرشون هست، نه تنها برای شیعه، برای سنی ها و بقیه گروه ها، برای گروه های شیعه داخل عراق هم اون رقابت هایی که در داخل عراق وجود داره به گروه های عراقی اجازه نمیده که عراق رو برای به عنوان یک میدان جنگی اسرائیل و ایران تبدیل کنن. و اینجاست که معادله برای این گروه های شبه نظامی سخت خواهد بود. ولی خب میدونیم که این گروه ها برای اینکه حمله کنن به پایگاه های نظامی آمریکا قبلا هم انجام دادن، ممکنه پهپادهای انتحاری استفاده بشه، ولی اینکه حمله شدید باشه و به این نتیجه برسه که تعدادی از نظامیان آمریکایی کشته بشن، اینجا موقعیت رو به نظر من خیلی به موقعیت خیلی بحرانی برای هم گروه ها هم برای جمهوری اسلامی تبدیل خواهد کرد. شکریا برادوست، ممنون از حضورتون در این گفتگو. یک منبع امنیتی اسرائیل در مصاحبه با ایران اینترنشنال خبر داد پس از افشای طرح جمهوری اسلامی برای ترور یک فرمانده پایگاه هوایی نواتیم اسرائیل، این نظامی تحت حفاظت امنیتی قرار گرفته. پایگاه نواتیم یکی از اهداف حمله موشکی اخیر حکومت ایران بوده. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، این فرمانده یکی از اهداف شبکه شهروندان اسرائیلی آذربایجانی تحت حمایت جمهوری اسلامی بوده که اخیراً بازداشت شدند. جمهوری اسلامی پیش از این نیز به دنبال ترور مقام‌ها و شهروندان اسرائیلی بوده. خبر اختصاصی ایران اینترنشنال در رابطه با هدف جاسوسان جمهوری اسلامی در اسرائیل به طور گسترده از رسانه‌های اسرائیلی پخش شد و حتی به تیتر اول بسیاری از رسانه‌های اسرائیلی هم تبدیل شد. با آنکه ایران اینترنشنال از نام این فرمانده نیروی هوایی اسرائیل که مورد هدف این جاسوسان بوده نامی نبرد،
اما بسیاری از رسانه‌های اسرائیلی نام او را یوتام سیگلر، فرمانده پایگاه هوایی نواتیم در جنوب اسرائیل نام بردن. او فرمانده یگان و پایگاهی هستش که بسیاری از پروازها به سوی جمهوری اسلامی در حملاتی که انجام شده را انجام داده. به گفته این مقام اسرائیلی که با ایران اینترنشنال صحبت کرده، این جاسوسان اسرائیلی تلاش داشتن با فیلم برداری از این فرمانده نیروی هوایی اسرائیل برای تعقیب او و دستیابی به او، او را پس از آن بتوانند که ترور کنند. این 7 نفری که در این گروه جاسوسی قرار داشتند، 2 هفته پیش نام اونها افشا شد. 7 نفر هستند، از یهودیان مهاجر آذربایجان هستند که از طریق یکی دیگر از افراد که با جمهوری اسلامی کار میکرده در آذربایجان با جمهوری اسلامی هماهنگ شدند. حدود 2 سال اونها فعالیت کردند. یکی از اونها یک پدر و پسر هستش. همه اونها در حال حاضر دستگیر شدند. بسیاری از عملیات و تعقیب و نشان دادن محله ها و مناطقی را در داخل اسرائیل به عامل و مأمور جمهوری اسلامی خبر داده بود و یکی از اهداف اونها هم به گفته ایران اینترنشنال از قول این مقام اسرائیلی یوتام سیگلر بوده. در حال حاضر یوتام سیگلر به گفته این مقام اسرائیلی در محافظت به سر میبره، محافظتی که تنها برای افرادی مانند نخست وزیر، وزیر دفاع و غیره هستش و اکنون فرمانده نیروی هوایی پایگاه نواتیم هم در این مسئله قرار داره. همه اینها پس از اون هستش که در 2-3 هفته گذشته بیش از 7 گروه از افرادی که حاضر شده بودند برای جمهوری اسلامی عملیاتی را در داخل اسرائیل کشف کنند پیدا شده. اسرائیل میگوید که هنوز افراد دیگری هم هستند که اسرائیل به دنبال اونها هستش و برخی از اونها را دستگیر کرده، اما هنوز نام اونها را افشا نکرده. بابک اسحاقی، اسرائیل. نگاه کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. روز گذشته برق مناطق وسیعی از شهر کاشان بدون اطلاع قبلی قطع شد. مدیر عامل شرکت توزیع برق استان اصفهان علت قطعی برق را افزایش مصرف برق و محدودیت در تامین سوخت مورد نیاز نیروگاه ها اعلام کرده. قطعی مکرر برق در کاشان و شهرهای دیگر احتمال خاموشی های برنامه ریزی شده را تقویت کرده. کسبه بازار تهران با ارسال نامه‌ای به وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خواستار جلوگیری از تخریب سرای تاریخی سیگارچی شدند. در این نامه آمده است که تخریب بنای 130 ساله سیگارچی در سکوت اداره کل میراث فرهنگی و شهرداری تهران به بهانه مقاومسازی آغاز شده و با برچیدن سقف‌های شیروانی بخشی از مغازه‌ها نیز تخریب شدند. سازمان فضایی ایران اعلام کرده پرتاب 2 ماهواره ایرانی به نام‌های هدهد و کوثر به فضا بامداد سه‌شنبه با ماهواره بر سایوز روسیه با موفقیت انجام شده. پرتاب این 2 ماهواره ایرانی به همراه 51 ماهواره متعلق به کشورهای دیگر از پایگاه فضایی روسیه انجام شده. عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در یکی از برنامه‌های صدا و سیما درباره تأثیر انتخابات آمریکا بر روابط با تهران گفت که انتخابات آمریکا ممکن است در تاکتیک ها تأخیر یا تعجیل ایجاد کند، اما ما درباره اصول خودمان به هیچ وجه مصالحه نمی کنیم. ما برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و اینکه چه کسی انتخاب بشه خیلی ارزشی قائل نیستیم که مثلا تعیین کننده سیاست های ما باشه. مواضع اصولی کشور، راهبردهای کشور که قطعا تحت تاثیر هیچ چیزی یا این چیزها قرار نخواهد گرفت. تاکتیک ها ممکنه که عوض بشه یا تاکتیک ها ممکنه مثلا یه تأخیری رو ایجاد بکنه یا تعجیلی رو ایجاد بکنه. این همونی هست که رهبری هم فرمودن مسئولان در جای خودش تصمیم میگیرن. ما در مورد اصول خودمون، آرمان های خودمون هیچ وقت مصالحه نمی کنیم، با هیچ چیزی اینها رو عوض نمی کنیم. یک روز مانده به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، در کنار گمان زنی ها درباره پیروز احتمالی هر یک از گزینه ها، مواضع آنها درباره جمهوری اسلامی هم برای ایرانی ها جلب نظر کرده. در یک سو کاملا هریس معاون اول جو بایدن که گزینه او برای پست مشاور امنیت ملی
متهم به ارتباط با بخشی از شبکه نفوذ ایران است و در سوی دیگر دونالد ترامپ ایستاده که به اسرائیل توصیه کرده تأسیسات هسته‌ای ایران را هدف قرار دهد. با این اوصاف گزینه مطلوب علی خامنه‌ای کیست؟ مشتبه پور محسن گزارش میده. در آستانه شب قدر جمهوری اسلامی، کابوس ترامپ یا رویای هریس، جدال نامزد متهم به ارتباط با شبکه نفوذ تهران با کاندیدای حامی حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران، تعیین سرنوشت بازی‌های حیاتی نظام از مهلکه خاورمیانه تا تحریم‌ها، گزینه مطلوب خامنه‌ای در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا کدام است؟ بنده هیچ قضاوتی در مورد این انتخاباتی که در آمریکا انجام گرفته از هیچ قضاوتی ندارم. آمریکا آمریکاست. هر کدومشون سر کار آمدن خیری به ما نرسوندن. سخنان 8 سال پیش خامنه‌ای قبل از انتخاباتی که به پیروزی دونالد ترامپ انجامید. رئیس جمهوری که با خروج از برجام و سیاست فشار حداکثری شدیدترین تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی را اعمال کرد و نظام را تا آستانه ورشکستگی کامل پیش برد. 4 سال بعد وقتی بایدن انتخابات را برد، واکنش خامنه‌ای نشان داد که اتفاقاً برای او فرق می‌کند که چه کسی در کاخ سفید باشد. حالا اون شخص خودش که به زوالدان تاریخ رفت، رئیسش هم با لگد از و با افتضاح از کاخ سفید اخراج شد، هر دوشون به زوالدان تاریخ رفتن. پیروزی بایدن با آغاز تجاوز نظامی روسیه به اوکراین این امکان را برای رهبر نظام فراهم کرد که با خیال راحت سراغ یک دست کردن حاکمیت در ایران برود. وقتی بایدن برای کنترل قیمت نفت در غیاب روسیه در بازار با کاهش تحریم‌های نفتی جیب جمهوری اسلامی را پر پول کرد، اما مشکل این بود که ترامپ برخلاف محاسبات تهران به زوالدان تاریخ نرفت و به میدان انتخابات آمریکا برگشت، در شرایطی که با کنارگیری بایدن معاون اول او نامزد رقابت با ترامپ شد، در حالی که خاورمیانه درگیر یک جنگ بالفعل و 2 جنگ بالقوه با مشارکت تهران است. نتیجه انتخابات آمریکا برای جمهوری اسلامی تعیین کننده تر از همیشه شد. سیاست‌های 2 نامزد این انتخابات در قبال حکومت ایران تفاوت‌های آشکار دارند. یک طرف ماجرا ترامپ است. اندکی بعد از حمله حماس به اسرائیل در 7 اکتبر، ترامپ گفت اگر او رئیس جمهور بود این حمله اتفاق نمی‌افتاد، چون به زعم او بایدن با کاهش تحریم‌های نفتی باعث شد تهران پول لازم برای تنش‌آفرینی در منطقه را در اختیار داشته باشد. یک ماه پیش در شرایطی که بایدن تلاش میکرد اسرائیل را از حمله به تأسیسات هسته‌ای و نفتی ایران منصرف کند، ترامپ از چنین حمله‌ای حمایت کرد. جواب باید این میبود. اول به تأسیسات هسته‌ای ایران حمله کرد و بعد نگران بقیه ماجرا بود. بخشی از مخالفان جمهوری اسلامی معتقدند تنها ترامپ میتواند جمهوری اسلامی را سرنگون کند. این امید باعث شده آنها به ترامپ لقب پرزیدنت دلها بدهند. اگرچه 2 هفته پیش او در یک مصاحبه گفت آمریکا نمیتواند تمام و کمال برای تغییر حکومت ایران دخالت کند. او این حرفها را قبلا هم میزد، اما خامنه‌ای اتفاقا خطر سرنگونی نظام با آمریکای تحت رهبری ترامپ را همیشه جدی گرفته. مثل همین مرد رندی اخیر این رئیس جمهور محترم آمریکا، این زرنگ بازی سیاسی این آقا مسئولان جمهوری اسلامی رو فریب نمیده. به همین دلیل است که پای جمهوری اسلامی به توطئه ترور ناموفق ترامپ باز شد و حتی برخی نهادهای اطلاعاتی آمریکا گزارش‌هایی از توطئه‌های مشابه برای کشتن او منتشر کردند. همچنان که هکرهای سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات تلاش کردند تا به کمپین انتخاباتی ترامپ نفوذ کنند. اما در آن سوی رقابت کاملا هریس ایستاده، معاون اول بایدن، که او هم موافق احیای برجام و توافق هسته‌ای با جمهوری اسلامی است. اگرچه در کارزار انتخاباتیش سعی کرده مواضع تندتری در قبال جمهوری اسلامی بگیرد، تا جایی که در مصاحبه با فاکس نیوز جمهوری اسلامی را بزرگترین دشمن آمریکا خواند و وقتی مجری از او پرسید پس چرا دولت شما تحریم‌های نفتی علیه این دشمن را کاهش داد، گفت بیایید به ترامپ بپردازیم. از طرف دیگر حضور پررنگ باراک اوباما در حمایت از هریس باعث شده تحلیلگران دولت احتمالی او را ادامه دولت اوباما بدانند. اما شبهه‌های جدی‌تری درباره نزدیکی برخی از اعضای کمپین خانم هریس به جمهوری اسلامی دیده شد. این عکس مشترک او با یک روحانی نزدیک به جمهوری اسلامی و حزب الله لبنان در نیویورک خبرساز شد. اما جدی‌تر از آن، گزینه انتخاباتی او برای پست مهم مشاور امنیت ملی است. فیلیپ گوردون ارتباطات نزدیکی با شبکه نفوذ جمهوری اسلامی در آمریکا دارد.
کسی که 4 سال پیش در مقاله مشترک با آریان طباطبایی در روزنامه نیویورک تایمز از تحریم‌های شدید ترامپ علیه جمهوری اسلامی انتقاد کرد. آنطور که نشریه واشنگتن فری بیکن گزارش کرده، یک سناتور آمریکایی و یک عضو مجلس نمایندگان آمریکا تحقیقاتی درباره ارتباط مشاور حریص با آریان طباطبایی آغاز کردند. یکی از مقام‌های ارشد وزارت دفاع آمریکا که بر اساس گزارش اختصاصی ایران اینترنشنال با مقام‌های جمهوری اسلامی برای افزایش قدرت نرم تهران در آمریکا ارتباطاتی داشته، اعضای مجلس آمریکا در نامه خود از گزینه مشاور امنیت ملی حریص پرسیدند آیا شخصا با شبکه کارشناسان ایران از جمله علی واعظ و آریان طباطبایی ملاقات کرده یا نه. آنها همچنین فاش کردند مشاور خانم حریص با نایاک که متهم به لابیگری ثبت نشده برای جمهوری اسلامی در آمریکا است ارتباطات نزدیکی داشته و دو بار در کنفرانس این گروه سخنرانی کرد. نایاک اتهام لابیگری برای تهران را رد می‌کند. خانم حریص البته تلاش کرده در این مدت آشکارا از اسرائیل حمایت کند، اما بی‌تردید اسرائیل تحت هدایت نتانیاهو و کشورهای عربی منطقه با یاد خاطرات نشندان دور ترامپ را گزینه مطلوب‌تری می‌دانند. همین محاسبات باعث شده یک مقام جمهوری اسلامی دوشنبه به رویترز بگوید پیروزی ترامپ برای جمهوری اسلامی کابوس خواهد. همینطور برای خامنه‌ای که به نظر می‌رسد کاملا حریص را ترجیح می‌دهد، کسی که آشکارا از اسرائیل حمایت می‌کند و این امکان را به تهران می‌دهد که جنگ زرگریش با آمریکا را ادامه دهد و در عین حال تحت نفوذ احتمالی لابی‌های جمهوری اسلامی قرار بگیرد به دنبال توافق و مذاکره با تهران. یک اوبامای دیگر برای خامنه‌ای. مشتبه پور محسن، لندن. در ساعت پایانی باقی مانده تا روز انتخابات در آمریکا، نامزدهای ریاست جمهوری همچنان بر ایالت‌های کلیدی تمرکز دارند. کاملا هریس آخرین گردهمایی انتخاباتیش را در ایالت پنسیلوانیا برگزار کرد و دونالد ترامپ پس از کارولینای شمالی و پنسیلوانیا آخرین تجمع انتخاباتیش را در میشیگان برنامه‌ریزی کرده. همزمان بیش از 80 میلیون رأی پیش از موعد و از طریق رأی‌گیری زودهنگام و پستی انجام شده. همکارم نیلوفر منصوری از آریزونا همراه ما شده. نیلوفر، به قدری این رقابت شانه به شانه داره پیش میره که شاید خبره ترین تحلیلگرا هم همین حرف رو میزنن که بایستی منتظر مون تا ببینیم در دقایق آخر رأی دهنده ها چه تصمیمی میگیرن. بیشتر برای ما توضیح بده که در آریزونا شرایط چی هست و فکر میکنی که اونجا چه اتفاقی میفته؟ خب شهر به درستی اشاره کردی، ایالت‌های چرخشی این 6-7 ایالت کلیدی بسیار تاثیرگذار خواهند بود، همیشه تاثیرگذار بودند در نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، اما این بار پیشبینی‌ها در واقع حاکی از اینه که هیچ کس نمیتونه که نفر معینی، نامزد معینی رو پیروز هیچ کدوم از این 6-7 ایالت معرفی کنه. در آریزونا هم همینطوره. اینجا که من رسیدم می‌بینم شرایط به نحوی است که مراکز رأی‌گیری، حوزه های اخذ رأی و به شدت از لحاظ امنیتی محافظت میکنن، گارد های مسلح با اسلحه ایستادن در کنار مراکز اخذ رأی، شیشه های در واقع ضد گلوله ای که دور مراکز شمارش آرا هست، همه حاکی از این هستش که خب از لحاظ امنیتی بسیار خودشون رو آماده کردن که در واقع اون خشونت هایی که سال 2020 اینجا در پی ادعاهایی مبنی بر تقلب مطرح شد و خشونت هایی که ایجاد شد مجددا تکرار نشه یا اگر تکرار میشه بتونه کنترل بشه. ما تنها ساعاتی رو داریم تا 60مین دوره از در واقع انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سراسر ایالات متحده برگزار بشه. نخستین رأی رو تا کمتر از 7 ساعت آینده در ایالت ورمانت در واقع به صندوق خواهند انداخت، میشه 5 صبح 5 نوامبر در ورمانت، بعد از اون 6 صبح در ایالت‌های شرقی آغاز میشه، ادامه همینجور داره تا برسه به ایالت‌های غربی آمریکا و آخرین رأی در ایالت آلاسکا خواهد بود که به صندوق انداخته میشه. 78 میلیون آمریکایی همونطور که اشاره کردی تا به این لحظه رأی دادن. انتخابات زود هنگام با استقبال روبرو شد، برعکس اون که گفته میشد که خب بسیاری مردد هستن که این بار اصلا در این انتخابات شرکت کنن یا نه. برخی میگفتن انتخاب میان بد و بدتره و ما اصلا ثبت نام نمی‌کنیم که بخوام در این انتخابات رأی بدیم، اما این میزان از رأی
رأی که در واقع این رقم معادل نیمی از کل آرایی است که سال 2020 اخذ شده، نشون میده که خلافش رو ثابت میکنه. مشارکت تا اینجا خوب بوده، رقم بسیار قابل توجهی است و حالا باید دید که فردا صبح حالا در مثلا مرکزی مثل آریزونا یا ایالت‌های کلیدی دیگر چه اتفاقی خواهد افتاد. امروز کمپین‌ها به پایان رسید، کارزارهای انتخاباتی رو هر دو نامزد در پنسیلوانیا خاتمه دادن، برای اینکه پنسیلوانیا ایالت بسیار بسیار مهمی است، ایالت حساسی است. هر کدوم از این دو نامزد که بتونن پنسیلوانیا 19 کالج انتخاباتی اون رو به دست بیارن، راه بسیار ساده ای دارن برای پیروزی در این نبرد. راهشون هموارتر خواهد بود، چرا که خب میشیگان و ویسکانسین بعدش قرار میگیره که خب اونها براشون میتونه راحت‌تر باشه، به خصوص برای هریس که خب خیلی هم تبلیغات مفصلی رو در میشیگان داشته که بتونه آرای عرب مسلمان رو اونجا اخذ کنه. آخرین نطق انتخاباتیش بر روی جنگ غزه متمرکز بود، قول مساعد داده که بتونه جنگ غزه رو متوقف کنه. خب این برای عرب مسلمان اونجا بسیار اهمیت داره. ترامپ بر روی لاتین تبارها متمرکز بود، هم در پنسیلوانیا و هم در ویسکانسین، چون در 2020 فکر میکنم با کمبود آرای لاتین تبارها مواجه شده بود. و در آریزونا هم این 11 کالج انتخاباتی در یک سناریوی محتمل میتونه که تعیین کننده باشه و اون برسونه اینها رو، هر کدوم رو، به عدد طلایی 270 کالج انتخاباتی که هر یک از این نامزدها برای پیروزی در این انتخابات نیاز دارند. هر چند که میدونیم که اگر این اختلاف نزدیک میان دو نامزد همینطور ادامه داشته باشه و در شمارش آرا هم اینقدر با اختلاف اندک پیش برن، احتمالش هست که شمارش با کندی روبرو بشه، باز شماری آرا رو داشته باشیم. و خب گونه ای از احتمالات وجود داره که در برخی از ایالت‌ها به دعاوی حقوقی برسه، به بازنگری‌های مجدد برسه. یه روند فرسایشی تری خواهد بود که ممکنه ادامه پیدا کنه، اونطور که در سال 2020 مثلا در جورجیا اتفاق افتاد. اما در خبر دیگر، نهادهای انتخاباتی، آژانس‌های امنیتی مثل FBI اعلام کردند که همچنان دارن نظارت میکنن شراره بر اینکه ایران، روسیه و چین چطور در کمپین‌هایی دست به گسترش اطلاعات نادرست میزنن در مورد انتخابات امریکا. ویدیوهای جعلی که در واقع منتشر کردند در برخی از کارزارهای انتخاباتی، گفتن که این ویدیوها در واقع شناسایی شده و این ویدیوها بارگذاری شده و این ویدیوها رو به عنوان ویدیوهای جعلی اونها معرفی کردند تا کارزارها و مردم ایالت‌ها بدونن که این ویدیوها در واقع تقلبی است. اونها هشدار دادند که تا ژانویه و تا زمان تنفیذ رئیس جمهوری بعدی ایالات متحده، همچنان بر روی این کمپین‌های اطلاعات نادرست از سوی به خصوص روسیه نظارت خواهند داشت و محتواهای حاوی دیپ فیک و اطلاعات غلط رو همچنان معرفی و شناسایی میکنند. ممنونم از توضیحات کامل تو. همکارم نیلوفر منصوری از آریزونا، حین صحبت‌های تو هم داشتیم تصاویر زنده‌ای می‌دیدیم از کارزار خانم کاملا هریس در فیلادلفیا. تا ساعتی دیگر خیلی از این ابهام‌ها و سوال‌ها رو پاسخ می‌دیم. ممنون از تو نیلوفر منصوری، همکارم از آریزونا. واکنش ها به حرکت اعتراضی آهو دریایی، دانشجوی دانشگاه علوم و تحقیقات، در اعتراض به حجاب اجباری همچنان میان مردم و نهادهای مدنی ادامه دارد. پوران ناظمی، فعال مدنی، میگوید اقدام آهو دریایی نماینگر خشم جامعه نسبت به جمهوری اسلامی است. آهو یکی از میلیون ها نفر زنی هست که داره به این گونه زندگی میکنه، سرشار از خشم است و این نشون میده که جامعه ایران چطور در حال انفجار هست. شما تصور بکنید اولین کاری رو که این حکومت اومد، یک فیلمی رو اومد پخش کرد و خواست که مردم، که شخصی به عنوان همسر ایشون اومد، که این رو رسانه‌ای نکنید، آبروی با بچه‌هاش بازی نکنید. در واقع این آبروی حکومت بود که داشت میرفت. شاید خانم آهو یک واکنش خیلی سریع رو انجام داده و خیلی قدرتمندانه البته به نظر من، اما این شما هستید که حقوق اون رو نقض کردین. این کسی هست که حضانت بچه‌های یک مادر رو ازش گرفته. فکر کنید این زن دیگه واقعا چیزی برای از دست دادن نداشته، که اومده با تمام وجودش و اومدن از یک دختری که با وجود همه این فشارها، سختی‌ها، کمبودها استقامت کرده و اعتراضش رو به این شکل نشون داده، میخوان یک کسی بسازن که دچار مشکلات روحیه. بله، همه ما هستیم، من، شما، همه کسانی که
48 سال این ظلم رو تحمل کردن، همه در آستانه انفجار هستیم. اما مسئله اینه که در واقع این آبروی حکومت بود که داشت میرفت. شما نگاه کنید به همین توییتا، واکنش هایی که اینا از دیروز تا الان دارن میزنن، وقتی که حمایت مردم رو به این شکل دیدن، حالا از اون شکلی که آبروی ایشون میرفت بیرون اومدن و دارن میگن که غم تو چشماش رو ندیدی. من با اینکه وقت کم هست، اما چون دوستان خواستن 30 ثانیه اجازه میخوام یک توضیح رو بدم. برگردیم به عقب‌تر، به 3-4 روز قبل که خانم سخنگوی دولت در مورد حقوق زنان اومدن تاکید کردن که بهتر زنان با آرامش و بدون رسانه‌ای کردن دنبال حق و حقوقشون باشن. من اینجا از طرف خودم و همه زنانی که هستن به خانم سخنگو میگم، قبل از انتخابات از مهرشاد حرف میزدی، از اینکه جوانان از بین نرن، اما این رو نگفتی که همون مهرشاد شهیدی به خاطر دفاع از حقوق ما زنان، از حقوق مادرش، خواهرش در خیابون بود. شما سخنگوی ما نیستی خانم، وقتی که نمیبینی که ما در یک جنگ نابرابر در خیابان ها همین حداقل حقوقی که داریم رو داریم فریاد میزنیم، شما جنگ هر روزه ما رو در خیابان نمیبینید؟ شما نمیبینید بازنشستگان میان میگن حجاب روسری رو رها کن، فکری به حال ما بکن؟ مردم دیگه واقعا از این مسئله گذر کردن. زنان قصد اینی که عقب نشینی بکنن ندارن و باز هم تاکید میکنن جنگ ما با این حکومت هر لحظه در خیابان ها ادامه داره و تنها سلاحی که ما داریم در مقابل این حکومت جبار همین دوربین ها و همین رسانه ای شدن. روزنامه اعتماد با بررسی اخبار رسمی منتشر شده اعلام کرده کارگران شهرداری های سراسر کشور در 3.5 سال گذشته دست کم 100 تجمع و اعتراض رسانه‌ای برای مطالبات صنفی خود داشتند. بر پایه بررسی روزنامه اعتماد، کارگران شهرداری‌ها از ابتدای سال 1400 تا 10 آبان ماه امسال 38 بار تجمع کردند و دست کم 60 بار هم در فضای رسانه‌ای اعتراض کردند. بیشتر اعتراضات هم به وضعیت شغلی، حجم بالای معوقات مزدی، پرداخت نشدن حق بیمه و اضافه کاری بوده. بر پایه گزارش روزنامه اعتماد، تکرار اعتراضات کارگران شهرداری ها حاکی از بی‌توجهی به خواسته های صنفی آنهاست. این بررسی نشان می‌دهد که طی 3 سال اخیر هرچند تعداد تجمعات سالیانه کاهش یافته و از 16 مورد در سال 1400 به 8 مورد در سال جاری رسیده، اما اعتراضات رسانه‌ای با هویت محفوظ و گمنام ادامه داشته. به نوشته روزنامه اعتماد، کاهش تجمعات اعتراضی کارگران ناشی از نگرانی از برخوردهای امنیتی با معترضان خیابانی و ترس از اخراج به دلیل اعتراض علنی است. در ادامه اعتصاب پرستاران در اعتراض به محقق نشدن مطالبات معیشتی، تصاویر رسیده به ایران اینترنشنال از اعتصاب و تجمع پرستاران در بیمارستان‌های یزد و زنجان خبر می‌دهد. سامانه قدرخان روزنامه‌نگار و عضو تحریریه ایران وایر از تورنتو همراه ما شدند. خانم قدرخان، تجمعات اعتراضی به قدری زیاد هستند که بخش مهمی از خبرهای ما رو هم هر روز تشکیل میدن، از پرستارا گرفته تا کارگران شهرداری تا پاکبان‌ها که همین هفته پیش در مشهد تجمع کردند. چرا اینقدر بر اساس همین گزارش روزنامه اعتماد این تجمعات بالای آمارش؟ درود بر شما و مخاطبین محترمتون. ببینید، تشدید بحران‌های اقتصادی و معیشتی از یک طرف، گسترش فقر شدید در ایران، در کنارش افزایش اقتصاد رانتی یا در واقع روند سرعت گرفتن روند خصوصی سازی رانتی به نفع گروه‌های خاص مثل سپاه یا نهادهای وابسته به حکومت، شرایط جنگی و ناامن بودن داخلی و خارجی در ایران، یعنی ایران یک کشوری الان در منطقه که هم به لحاظ داخلی مردم احساس امنیت نمی‌کنن، هم مرزهاش در واقع امن نیست، رواج در واقع گسترده فساد ساختاری در نهادهای دولتی، وزارتخونه‌ها، سازمان‌های
سازمان‌های مختلف، سازمان‌های مرتبط با حکومت، افزایش شدید شکاف طبقاتی، همه اینها باعث افزایش اعتراضات شده و همونطور که شما هم اشاره کردید و نشون هم دادید، ما تقریبا هر روز در سال‌های گذشته در ایران، حداقل در یکی دو سال گذشته، شاهد اعتراضات بودیم. فقط در 6 ماهه نخست 1403 طبق آماری که فعالین کارگری میدن، 3300 اعتراض بازنشستگان رو داشتیم که رقم بسیار قابل تحملیه. خانم قدر خان، اعتراض صنفی تو همه جای جهان به نوعی مسالمت آمیزترین و بدون خشونت ترین روش برای رسیدن به تغییر، برای رسیدن به مطالبات معیشتی، اما چرا واقعا این روش تو ایران راه به جایی نمیره؟ حتی کانونهای صنفی، سندیکاهایی که شکل میگیرن با همه زحمت ها پا نمیگیرن در ایران. خیلی نکته مهمیه، به دلیل اینکه قوانین کشور قوانین ضد کارگریه و واقعا برای اینکه صدای کارگران شنیده بشه، وضع معیشتی بهتر بشه و کارگران بتونن از در واقع اینطوری بذاریم بگم، سیاست‌های جمهوری اسلامی باعث شده که کارگران ایرانی ارزان‌ترین نیروی کار در سطح منطقه و جهان شدن. اگر که بخوایم این شرایط تغییر پیدا بکنه، نیاز داریم که تغییرات بنیادی اتفاق بیفته. حکومت جمهوری اسلامی حق اعتصاب برای کارگران قائل نیست. در واقع شعارها هم دیدیم، خودتون هم در گزارش اشاره کردید، هر جایی که کارگران، اعم از پرستاران، معلمین، بازنشستگان خودشون در واقع تجمعی برگزار کردن، با توجه به همین قوانینی که کامل و کافی نیست و حمایتگر نیست و ضد کارگری هست، تونستن نهادهای امنیتی و در واقع قضایی، ضابطان قضایی وارد بشن، براشون پرونده سازی های سنگین بکنن، کارگران رو به زندان بندازن، حبس های طولانی مدت. کارگران از داشتن حق سندیکا و از داشتن حق در واقع تشکل محروم هستند، رسانه مستقل خودشون نمیتونن داشته باشن، همه اینا بحران ها رو تشدید میکنه و بنابراین هیچ راهی جز اعتراض بیشتر نسبت به شرایط موجود براشون وجود نداره. شرایطی که ما الان داریم میبینیم نشون میده که در سال آینده با توجه به بودجه کشور تورم بیشتر خواهد بود و احتمالاً وضع معیشتی بدتره. بنابراین تنها راه طرح مطالباتشون دست کشیدن از کار، همونطور که در شعارهاشون هم بود، اگر تمام گروه ها با هم منسجم بشن، اولا که تشکیل یک سندیکای واحد و مشخص بدن، تمام یعنی کارگران، پرستاران، معلمان، بازنشستگان، و دست از کار بکشن برای مدت مشخصی، قطعا صداشون میتونه شنیده بشه و اعتراضشون به نتیجه برسه و نهادهای قضایی و امنیتی هم بیشتر از این نمیتونن در واقع فشار روشون بیارن. تشکلهای کارگری میتونن این کار رو بکنن، مثل تجربه که کشور انگلستان داشته، اتحادیه کارگری پشت هم بایستن و همه یک صدا اعتراض بکنن، ولی تنها راهشون در واقع ادامه اعتراضه. ممنون از توضیحات شما سمانه قدرخان. کره شمالی ساعت پیش از انتخابات آمریکا چند موشک کوتاه‌برد بالستیک به دریای ژاپن پرتاب کرد. این آزمایش موشکی کمتر از یک هفته بعد از پرتاب دوربردترین موشک غارپیمایی این کشور انجام شده. همزمان وزارت دفاع کره جنوبی اعلام کرده که نیروهای اعزام شده کره شمالی برای جنگ در روسیه علیه اوکراین به 10,000 نفر میرسد. روز گذشته اوکراین اعلام کرد به اولین گروه سربازهای اعزام شده کره شمالی در مرز روسیه و اوکراین حمله کرده. همکارم توماج تاهباز از سئول همراه ما شده. توماج، شرایط خیلی پیچیده است. ساعتی دیگه انتخابات آمریکا شروع میشه. همین الان این پرتاب موشک ممکنه تأثیراتی بذاره در نظر رای دهنده، هرچند که خیلی اهمیت نمیدن آمریکایی‌ها به مسائل شاید بین‌المللی، بیشتر مسائل داخلی براشون مهمه. اما تو بیشتر توضیح بده از تحولاتی که در جریان هست در اون منطقه، به ویژه اینکه کره شمالی هم نیروهای خودش رو به روسیه رسونده و حمله شده بهشون. دو تا اتفاق مهم در طول ساعت‌های گذشته افتاده، نسبتاً مهم. اول همین چیزی که وزارت دفاع کره جنوبی گفته که تایید کرده که از نظر سئول بخش قابل توجهی از حدود 10,000 سربازی که کره شمالی فرستاده بود به کورسک اعزام شدن. در واقع بخشی اینکه 10,000 سرباز اونجا هستن الان مدتی هست که گفته میشه، اما وزارت دفاع کره جنوبی میگه که بخش قابل توجهی از اونها اعزام شدن به سمت کورسک. سخنگوی وزارت دفاع کره جنوبی ساعت پیش گفتش که در واقع با خبرنگاران صحبت می‌کرد و این اظهارات رو مطرح کرد. روز دوشنبه هم وزارت خارجه آمریکا گفته بود که حدود 10,000 سرباز به کورسک اعزام شدن و ممکنه به زودی درگیر بشن. کره جنوبی در اینها گزارش در مورد کشته شدن دست کم 40 نفر از سربازهای کره شمالی رو تایید نکرده. حالا در مورد این هم توضیح خواهم داد. تو ساعت‌های گذشته اوکراین گفته که اولین درگیری نیروهای اوکراینی با سربازان کره شمالی انجام شده. رستم عمروف سخنگوی وزارت دفاع اوکراین مثلا همین یکی دو ساعت پیش در مسابقه با KBS کره جنوبی داشت گفته که درگیری‌ها شروع شده و تاکید کرده که
هرچند فعلا کوچیک، اما میشون را آغاز نبرد با گردان‌های کره شمالی توصیف کرد. البته سخنگوی وزارت دفاع اوکراین میگه که سربازای کره شمالی با لباس‌های بوریات به نبردها اومدن و کنار سربازای روس هستند. بوریات‌ها مغول‌هایی هستند که ساکن بزرگترین گروه مغول ساکن سیبری روسیه هستند و لباس‌های خودشونو دارن و ظاهرا تاکید بر اینه که سربازای کره شمالی با لباس‌های بوریات‌های مغول‌های روسیه در واقع به جنگ اومدن و هنوز مشخص نیست دقیقاً چقدر بودن، چند نفر بودن، چه میزان تلفات داشتن و غیر و ذلک. اوکراین حدس میزنه که حتی 5 واحد هر کدوم 3000 سرباز در مجموع تا 15000 سرباز در خط مقدم شرق اوکراین قرار بگیرن. عمرو گفته که احتمال داره که تا 15000 سرباز در واحدهای کوچکتر هر دو هفته یک بار به خط مقدم اعزام بشن. اما همونطور که گفتم هفته پیش گفته شده بود که دست کم 40 نفر توی یک سری از رسانه‌های نزدیک به اوکراین، البته تایید نشده این خبر، که 40 نفر از سربازان کره شمالی توی یک واحدی که درگیری داشتن با اوکراینی‌ها کشته شدن. ظاهرا همه اعضای این واحد به جز یک سرباز کره شمالی در این درگیری‌ها کشته شدن. همونطور که گفتم کره جنوبی خبر رو تایید نکرده. اوکراین هم هنوز دقیقاً این خبر 40 نفر رو تایید نکرده. اما در ساعت‌های گذشته کره شمالی در این حال حداقل 7 موشک کوتاه‌برد بالستیک هم به دریای ژاپن پرتاب کرد حدود ساعت 7:30 صبح، احتمالاً از نوع KN-25 یا اون موشک‌های 600 میلیمتری که از پرتابگرای چنگانه پرتاب میشن. اینم درست چند روز بعد از اینکه کره شمالی موشک واشنگ 19 رو آزمایش کرد که می‌دونیم دوربرترین موشک قاره پیماست و ساعتی پیش از انتخابات آمریکا، در نتیجه بی‌دلیل نیست هیچ کدوم از اینها به انتخابات ایالات متحده، اما تأثیر خواهد گذاشت یا نه چند ساعت دیگه خواهیم دید. ممنونم از توضیحات تو همکارم توماج تاهباز از سئول. تصاویر زندگی که شاهد هستین از فلادلفیا هست. کارزار انتخاباتی کاملا هریس نامزد دموکرات ها در این شهر در حال برگزاری، تا ساعتی دیگه انتخابات جنجالی آمریکا برگزار خواهد شد و طبق آمار تنها ساعتی مونده به شروع رأی‌گیری. دو کاندیدا بسیار شانه به شانه هم رقابت میکنند و قرار هستش که هر دو نامزد انتخاباتی در پنسیلوانیا تا ساعت پایانی پیش از شروع رأی‌گیری در صبح سه‌شنبه آخرین تلاش خودشون رو بکنن که بتونن افرادی رو که مردد هستن که به کدوم کاندید رأی بدن رو ترغیب کنن که به حزب اونها رأی بده. تا همین الان بیش از 81 میلیون نفر رأی دادن در آمریکا در رأی‌گیری زود هنگام و نصف آرایی که قرار هست به صندوق ها ریخته بشه و میشه گفت آمار جالب توجهی. هریس گفته که من به جنگ تو غزه پایان میدم و از اون طرف ترامپ هم گفته اگر هریس رئیس جمهور بشه تو خاورمیانه جنگ جهانی سوم راه میفته. تصاویری که شاهد هستین زنده هست از فلادلفیا. ممنون از همراهیتون با این بخش خبری. با ما بمونید، راست ساعت 8 برمیگردم با خلاصه خبرها. وقت خوش.